الشیطان الرجیم. سوره مبارکه فاطر آیه 29 و 30. ان الذين يتلون كتاب الله و اقاموا الصلاه و انفقوا مما رزقناهم سرا و علانیه یرجون تجارتا لم تبور لیوفیهم اجورهم و یزیدهم من فضله انه غفور شکور. معنای تحت اللفظی رو عرض کنیم. می‌فرماد که این قبل اینکه این ان الذین شروع بشه، ای آیه قبلی می‌فرماد انما یخش الله من عباده العلماء. این هست و جز این نیست که اون بندگانی از خدا خشیت الهی دارن که دانشمندن. ان الله عزیز و غفور. اون وقت اون دانشمندهای اون گونه رو تعریف میکنه تو آیه 29. اینا کسانی هستن که یتلون کتاب الله، کتاب خدا رو میخونن، اقام الصلاة، انفقوا مما رزقناهم سرا و علانیه، چیزایی که بهشون روزی دادیم آشکار پنهان هزینه میکنن، یرجون تجارتا لن تبور، امید دارن اون تجارتی که هرگز از بین نمیره یعنی بهشت. این خواسته ها، این کارا به اونجا میکشه که خداوند به تمامه اجراشون رو میده، غیر از از فضلش هم زیاد میکنه براشون، و خدا غفوره و شکوره. حالا یه صلوات بفرستیم. ببینید این علمایی که اینجا خداوند تعریف میکنه، ان الذين يتلون كتاب الله، قرآن کریم خب پر از مطلبه و سخن خدا هست، و خدا میدونسته که من و شما چی نیاز داریم، چه کتابی بیاد اون که هدایت ما، همه چیز ما رو اون نازل کرده. کتاب گونه هستش که هر کس بر هر شرایطی و در هر مقام و رتبه‌ای میخونه استفاده میکنه. امروز که 24 برج 4 بود، خدا میدونه این شب و روز امام عصر چقدر قرآن خونده، میخونه، اجدادشون هم همشون همه امروز هم استفاده کرده، همه امروز هم بهره برده. چرا؟ چون اون طرف خط خداست، این طرف خط حجت خداست. علم امام از هر چی باشه در نزد علم خدا مثل صفره. ریاضیدان ها میگن عدد هر چی بزرگم باشه در مقابل بی نهایت نزدیک به صفره. اون استفاده میکنه، اون چی میگه و چه خبره. چقدر بتونیم از این کتاب بهره ببریم؟ ببینید، فرض کنید یه آقای تو ذهن اگه بیاد چیز خوبی، این آقا فیزیک بلده، حالا این مقدار فیزیکی که حالا هست، خدا رحمتش کنه، اون اسمای دکتر حسابی بردم شده، اون از فیزیک دانهایی بزرگ، اصلا فیزیک کل خبرت و بلده، که البته خوب اونجور که نداریم حالا هی بد کشف کنم. اما این شخص بنا هم داره تو حرف زدناش، ولو با زن و بچه، ولو با سپور محل، ولو با هر که، بنا داره که اطلاعات فیزیکیشو غلط بیان نکنه، این چیزایی که ربط به اون اطلاعات داره درست بگه. حالا چه طرف بفهمه چه نفهمه. فرض کنید کسی پزشک کاملی که نداره، مثل اونجور پزشک علمم که دیدی تفرقه کردن به واقع تیکه 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 وقتی کشم انقدر طولانیست که به تشم معمولا نمیرسن، بر فرض محال چون خیلی زیاد شده تقریبا، اگر کسی پزشکی رو همه رو بدونه، نه این مقدار که این بشر حالا میدونه الاخر، و تو حرف زدناش با هر که حرف میزنه تمام اون ضوابط رو رعایت کنه، فرضا حالا چه طرف بفهمه چه نفهمه، ولی اون رعایت کنه،
مطلب غلطی از اون طرف نده. میدونی زندگی ما به همه چی ربط داره، به طب ربط داره، به فیزیک ربط داره، به شیمی ربط داره، به روانشناسی، هر چی شما بگوید ارتباط با زندگی. صاحب این کتاب همه چی میدونه، خودش آفریده. افلا یعلم من خلق، اونی که درست کرده نمیدونه. به هو اللطیف الخبیر، او بسیار باریک بین و همیشه از همه چی با خبره. تمام اون علم اینجاست. خود خوشم بفرماد من بر علمم این کتاب رو نازل کردم، نزله علی علم. فیزیک کل خلقت اینجاست، شیمیش اینجاست، طبش اینجاست، هر چی بخواید اینجاست. اگه بتونید شما در بیارید، خب شما برو در بیار. اینور بی نهایت، اینور خداست. میشه با این دیدگاه دائما پناهنده به قرآن باشیم. حالا از هر چی هستیم شروع میشه دیگه، از روح خونی شروع میشه. شما بزرگترین استاد دانشگاه کره زمین هم که بخوای بشی، روز اول بعد الف ب یاد بگیری. بچه دیگه وقتی یک کلاس اولی بود، این بچه ها جمع شده بودن، کلاس بود، من رد میشونم بیرون، درش باز بود کلاسه، دیدم که درس امروز این بچه ها اینه. کلاس اول، روزای اول بود، معلم یه نقطه تخته گذاشته بود، دو تا نقطه، سه تا نقطه، و من به اینا میگفت بگودی یه نقطه، دو نقطه، اینا میگفت. خب همینم علم، خب بلد نیست این دو تا نقطه است، شما چیزی رو باب چه بچه هست دیگه. درسشون اونجوری بود، اگه اونجوری بود خیلی راحت بود. چاره ای نیست، خب از ابتدا باید شروع کنن دیگه. حالا قرآن هم همینطور. خب بله، رو خونش اول بخون، زیر زبر درست بخون، بله صحیح بخون، خوبه، لغت ها رو بلد بشون، معناهاشو برو دنبالش، تفسیرها رو ببین، فکر کن، یتلون کتاب الله، استفاده بکنیم، هی بهره ببریم، هی مطلب دریافت کنیم. خیلی مطلب هست، خیلی. ان الذين يتلون كتاب الله، انکه اول جمله میاد، یعنی محققا، یعنی این چیزی نیست که نشه، میشه، صحیحه، حق اینه، ولی بخونن کتاب رو. چقدر قرآن میخونیم، چقدر علاقه داریم، چقدر فکر میکنیم روش، چقدر هی استفاده میکنیم، چقدر بار دیگه، بار دیگه، بار دیگه. اونا رو خدا داره تعریف میکنه که اینها اونا خشیت من رو دارن. بعدش اقام الصلاة، نماز به پا میدارن. شما چه بخوای چه نخوای، من چه بخوام چه نخوام، خدا یه فرمولی درست کرده، هم نماز فرمولاش هم که میبینید فقها در آوردن براتون. 24 ساعت گرفتارمون میکنه، یه عبادت های توشه، شرایط ما، حالا اونجا جنوبه، حالا اینجا آبش چیکار کنیم، حالا امروز کار داره، تو سفره، حالا میخوام وضو بگیریم، حالا این آبش. با اتوبوس از کربلا برمیگشتیم، از این کارا که حالا آقای شوفرا این خیلی با سریع میامد ماشینه جلوشو گرفت، ساعتی اونجا پلیس که تند اومدید رو ساعت. اون وقت این نتیجهش این شده که اونجا که نماز صبح بود نگه داره رد شده بود که به حساب خودش بیاد جای دیگه، بایدم که پلیس نذاشت، حالا که ولش کرد رسیدیم یه جایی 10 دقیقه با آفتاب بودش، حالا چقدر دلا شور میزد، پیاده شدیم، آبی نبود، اصلا این دستشویی مال هلال احمر بود، یعنی ساختمانی اونجا بودش، میشد رفت توش، آخه میشه رفت، یه استخره بود، نه یه استخره مال کی بود، چی بود، نبود جایی. آخه همجوری خدا یا خب بریم توش، وضو میشه گرفت نمیشه، حالا قبله رو کسی بلن. دو تا دستشویی بود، یه اتوبوس آدم دستشویی که ولش کن، حالا تا اگه نوبتت منوس بشه. خب چگونه باید بلد باشیم دیگه، این نماز باید بخونیم اینجا. حالا بعد از قبل آماده باشی، مسئله بلد باشی، مثلا بدونی میشه با آب وضو گرفت یا نه، خیلی میگه آماده باش برای همین دیگه.
الان آقایی که در خلبان هواپیما میبره این مشکلی رخ بده که همونجا نمیتونه که پیاده بشه بره دانشگاه درس بخونه بیاد، یا عقب باید انقدر بلد بشه که بالاخره جون خودش رو مردم نجات بده، انقدر فقه باید بلد بشه که تو پیش آمده نماز رو بخونه درست، خب قبلا یاد بگیرید، همه رو نوشتن، خب پیش آمد شد دیگه، دیدیم ما اونجا که چگونه نماز بخونه، وقتم کم بادم میومدش. حالا ظهر میشه یه طور سر کار هستی چه فلان، به اون برادر که سوال کرد که رفتم تو اداره ارباب رجوع نبودم، نماز خوندم اومدم نفهمیدم میشد نمیشد، خب برای مسئله استیه. حالا آب نیست، تیمم، تیمم چگونه هستش الان، صبح چطور میشه الان، شرایط چیه الان، من جنوب بشم وسیله قصد چی میشه اگه دیر پاشم چی. خلاصه یک عبادتیست، یک بندگی هستش که کسی نگات کنه میفهمه که، یعنی بدونه این فرشته ها که دارن ضبط عمل میکنن میبینن بندگی میکنی، اطاعت میکنی، فرمان میبری، یا مثلا برای خودت کلاس میذاری. فرض کنید من جنوب بودم، صبح بخواستم نماز بخونم، با هر ترفندی دیر پا شدم، خب میشه دیگه، ساعت زنگ نزد یا نبودستم یا خیال میکردم، حالا پا شدم ده دقیقه راه داره، مثلا حمومم مثلا هست 500 متری مثلا، باید بودم تو هر کی میخوای باشه، استاد دانشگاهی، آیت الله، هر کی باید بود، آقا دیدی اینجا جای چیزی باشه، تا رسید تو همون برید لباس رو بزنید دوشه. یه جا معلم ها جمع شده بودن، معلم زنگ تفریح بودش، از یه مال 30-40 سال پیشه، مدرسه بود اونجا، دبستان بود نه اینکه چیزی، یه کسی داشت تعریف میکرد که دیشب من پا شدم مارم از اون بود، هم جنوب بودم و هم دیر شده بود و هم سحره میخواستم بخورم و همین که چجوری چه کنیم، خب آخه الان حمام تو خونه ها سابق نبود، بعد بیرون میرفت، حالا ما گوش میکرد، گفتش که خلاصه از این نوع غذا رو گفت، میگم سخن میکنه حالا اسمش هدم به گفتم لیمون رو به قول خود ساندویجی، گفت همینطور میدویدم دویدم و دستم تو همون ما اینجوری رو رفتیم زیر دوش رو همونجوری که قسم میکنم هم میخوردم، آخه غذا وقتم الان میگذره، با آب دوش و با این و با چه و فلان و بعد چه شد و چه شد و بالاخره مثلا قصد کرد. خب چاره چیز خواهی اینجوری شده دیگه، امروز باید اینجوری کرد، چای و آب و چه و همی که هست که مثلا حالا تا اذان بگن قصد کرده بود، خب هنری به خرج داد، خب تکلیفش هم همین بوده. بله بله، حالا ببینید این مسائل این گونه، نماز، بندگی ها، اطاعت ها، فرمانبری ها، رعایت شرایط، ضوابط، مکان نمازگزار، لباس نمازگزار، وقت نماز، شرایطش، جورای متفاوتش. حالا رفتید تو این مؤسسه جای به جوریست که نمیتونید باورتون بشه این امام عادله، سبا هم ریس خوادم چی کنه اینا، حالا تک چیکار کنید، اقتدا بکنید نکنید، بعد اگه اختراع کنید چیکار کنید، بعد بالاخره شرایط بلد بشیم اینا رو دیگه، خب مالا نمیشتستیم، مالا نمیشتستم، من نمیشتستم، میکنم خیلی خوالم خوبی باشه، ولی خوی این آقای مرجع من میگه باید بشناسیم یا از یه راهی بشناسیم، ولا وقت یه جوری شده به همچی شده. پیش میاد دائما اقام و صلات، نماز رو به پا میکنن، نماز رو به پا تکلیفشون از جهت نماز انجام میدن، خیلی تکالیف توجه میکنه تو کار نماز به انسان، خیلی بله، خب مهمم شمردن دیگه، بسیارم مهم این اطاعتی که از اول بلوغ داریم، اصلا بلوغ ما مگه مثلا با یکی از علائم بلوغ اینه که از شخص منی بیرون بیاد، تازه اول سر کله نماز اول پیداش میشه، الله نه نه رو بعد بری قصد کنی برای نماز اینا. بله اصلا این خانم ها 6-7 روز حیزن که نماز روزه ندارن، نه وضوی نه قصد، حالا بدن نجس شد پاک بود، بالاخره حالا خودش میدونه، اما کاری با نماز، ببینید اگه نماز نباشه که اصلا وضعی جور دیگه میشه اوضاع احوال، خب بخاطر نمازه که ای آقا اینجا خون اومد یادم نره بپوشم، ای الان چیه اونجا چیه، خب نماز به بساط درست میکنه و هستش تا اون آخرم هستش. تو کتابای فقهی نوشتن که تو دریا داری غرق میشی و نماز نخوندی، بخون،
خب نمیره و خب باباش بمیر، خب بمیر کسی که نبود نمیمیره، میمیره حتما، اما رو به قبله شنا کن، اگه بلد قبله را نماز تو با اشاره بخون. انقدر وقت نداری، الله اکبر رو بگو، اگه اقل نماز رو بخون بازم انقدر وقت نداری. برای هر نمازی مثلا یه سبحان الله و الحمدلله و الله، برای هر رکعت انقدر وقت نداری، برای هر رکعت یه اشاره بکن، انقدر وقت نداری، برای کل نمازی اشاره بکن، انقدر وقت نداری، با چشمات اشاره کن، انقدر نمیتونی، تو قلبت اراده کن. ول نمیکنم، هی میخوانیم اصلا وقتی طرف قرق میشه به نماز و دین و اینا کار نداره. خب بلدی، خب این نیست از نوع آدم. نماز رو باید خون در هر شرایطی، در هر جوری. اولا آقایون مدرسه‌مون، روزخونه‌مون، تاریخ‌مون چه میشینن که آقای امام حسین نمازش که تموم شد 17 تا تیر خورده بود به اومند خدا که جلوش بود. بابا اون شرایط نماز خوندن، نمیدونستن که چه خطر، خوب میدونستن، خب نماز خوندن دیگه، نماز باید خوند. اصلا شمر گفته، شمر که دیگه شما قبول داره، گفت رفتم تو خیمه گاه امام حسین سر ببارم، داشت نماز عصرش رو میخون. آقایی که تو نقل امام معصوم، کسی که نبوده بشمر زخم و تیرا رو، در نقل علم غیب گفتند 1950 تا زخم به بدنش بود، گفت نماز داشت میخون که من رفتم درگیر شدم باش. اداره نماز میخونه دیگه. همه آقای خمینی و بنده خدا تو اون فیلم با اون حالت قلب و مریضی و اینا و سرم و پرم و اینا دیدی حال شما شد، داشت نمازش میخون، هم نشسته نماز رو، نماز رو بلکن نیست. نه کسی نماز نخونه. خوش ببینید، اقام الصلا نماز رو به پا میکنن، این یه مطلبیست. چقدر بندگی تو نماز نهفته است، خودشون میگن. این تعریف هر که من نکردم، یا آی دکتر که نکرده، که یا آی خمینی که نکرده، پیغمبر گفته که الصلا عمود الدین، تمام دینتون بستگی به نماز داره. سابقه خیمه که میخواستم بزنم، باید یه چوبی رو میکاشتم عمود بهش میگفتن که این تنابابش وست بشه و واسه دیگه، خوب بخوام برن توش دیگه تو خیمه، بعد میخوار بکنم بشه خیمه. میفرماد اگه کل این خیمه دینتون باشه، اون ستونه نمازش، این تنابای اطراف خمس و زکات و حج و جهاد و روزه و اینا، یکی از این تنابا در بره، یه خورده خیمه کم میشه ظرفیتش، ولی هستش. کل تنابام که در بره باز میشه رفت زیرش، چند تا جام که همه محکم باشه، چوبی نباشه، خیمه در کار، چیزی افتاده رو زمین، کجا میخوای بری زیرش؟ از صلات عمود الدین چه خبره؟ این قبلت قبل ما سباها، اگه قبول بشه حالا کارهای دیگه تو خدا قبول میکنه. اردت رد نماز، چرا اگر نماز رد بشه چیزهای دیگه رد میشه؟ درسته، تو اینقدر بیدین و خدا نشناس و ملعون بودی که با ارتباط با خدا تو خراب کردی. روزه برای چی گرفتی؟ رو پدر سوخت دیگه روزه گرفتی؟ کی گفت تو اینقدر آدم بودی که گشنگی برای خدا به خودت میدادی؟ مگه رکوع سجود چه سختی داره؟ معلومه برای خدا نیست، میدونه تو حساب کتابا مشخصه، تو اگه خدا میشناسی فرمانشو ببر، اون مهمترین اهمیتشو، بقیهش هوای نفس و اینهاست. بله اگه رد بشه عمل رو رد میکنه. نماز اگه قبول شد سایر اعمال رو قبول، اگر رد بشه رد میکنه. امشب عروسی هستش، عروس خانمو که وقت گرفتن که 4:30 بعد از ظهر گفتن که اونجا سالن، اونجا آرایش، حالا تا برند و بیان و شلوغ و پلوغ و اینا و تا مهمانی تموم بشه و یه خودم تو خیابونا اگه بگردن عروس هجله بند، تکلیف نماز چی میشه؟ این عروس خانم مسلمان نیست؟ نکنه حیض، اگه حیض باشه که هجله نمیتونه بره، یا یارو حیض نباید بشه که، بس نه حیض نیست. اینجاست، اینجاست که موحد خداشناس اقام الصلاة از غیر پیدا میشه. تو هم که دامادی همطور، بله نماز تو بخون،
ما تزن نماز صبح هم داریم. بعدی خب صبح بعد زرد جنوب هم هست خدا آرایش هم که زرد بزرگ تا بیه پاک. بله این گاهی صورت گریه میکنن طول میکشه دادن پاک کنه، یه عروسی که بیشتر باید شاید تمیز کنه تا بتونه قوز کنه. چی کردن مالیدن یه روغن مالی چه میدونم چی مالیدن. خب نماز صبح چی میشه؟ دین کجا هستش؟ اگه خدا حاکم نباشه تو این هجله چی؟ پس کی حاکمه؟ شیطان حاکمه؟ شهوت حاکمه؟ کفر حاکمه؟ چه خبره؟ اقام الصلاه، نماز به پا میدارن. و انفقوا مما رزقناهم، خدای چیزایی به من شما همه داده، علم داده، قدرت داده، پول داده، چشم داده، ببینی بدن چه. اون ازت خواسته که این توانمندی ها تو هرچی مالی معنوی هرچی انفاق کنی، هزینه کنی. بعضی ها صورت وجوب، بعضی ها صورت استحباب، مثلا امر به معروف نهی از منکر، همینه دیگه. یکی از شرایطش علمه که تو حلال حرام ها رو بلد باشی. یکی از شرایطش توانه که بتونی بگوی که مثلا خوف ضرر نداشته باشه و احتمال اثر. بعد میخوان ازت دیگه، میخوان. بنده موقعیت آبرویی یا موقعیت حالا هرچی تو فامیل دارم حرف من گوش میکنم، خوب باید پاشم برم امر نهی دینی رو بکنم. حالا من اونو گوش نمیکنم، من تکلیفم دیگه برای خدا باید برم. این نمازی که نخونده نمیشه، روزه، حالا هرچی، باید تکلیف دیگه. پول داری، بسیار خوب، شام تو که خوردی، لباس و خونه که همه، آیا تکالیف مالی ما نداریم؟ خمسی که باید حساب کنیم، زکاتی که در یه بخشیه، یه جاهایی پول گاهی باید مصرف بشه. آیا خمینی تو این کتاب نوشته؟ نوشته اگر کسی منکری انجام میده، نماز نمیخوره، شراب میخوره، و تو اگر پولی خرج بکنی این دست برمیداره، اگه برات سخت نیست، حالا نه من خرج شامتو بخوا گشنگی پایمه، نه حالا وقت داری و سهولت داره، گفته واجبه اینا، گفته واجب. خب آقام که الان تشریف ندارم، بخواستی بگه آقا پول آقا رو چه خرج کنیم؟ خب ولی خب برای پول، خب باید دین مردم به پا بشه اینا شد. میگن بگه اینطور 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 تا به پولم برسم. آیا لازمه مثلا یه جای دست ما؟ خب بعضی میتونن، سختم براشون نیست، مشکلی هم نداره، ولی خب خرج کن بالاخره درست میشه. ازم برای اینکه همجا هست کلا دارم نگاه میکنم، حالا تا وقت تو بله گاهی اوقات خرجی بشه، مسائلی بشه، اثر میکنه. بله خوب بکنی کار، بکن مردم رو به دین خدا بخون. دیدید پیغمبرتون اون ثروت بسیار زیادی که خدا روزیش کرد از کانال از خدیجه، همش رو صرف اسلام کرد، همش برای پیغمبریش. پول که نگرفته هیچی، پولم که نمیخواسته هیچی، اینم که داشته خرج کرد. خدیجه کبرای خانومه، سلام خدا بر او، دیدید مالشو در اختیار او گذاشته، در اختیار خدا و اسلام. موقع مرگش سال دهم بعثت یک کفن نداشت، اینقدر مالش رفت. خب برای خرج کردن دیگه، خب بالاخره سابقا میگفتن که البته این چون ارتباط به علم مجلس داره، خب کتابای بسیار مفیدیشون داره، میگفتن اسلام رو چهار چیز ترویج کرده: مال حضرت خدیجه، پول میخواد هر چیز برام رو، چون هر بمی حرکت بره خاله پول میخواد، بودجه میخواد، اون ثروت خرج شد. حسن خلق پیغمبر، شمشیر علی ابن ابی طالب، قلم علامه مجلس الاونم بشه، منظور این که کار کردن دیگه، کار کردن. بله مال از خیج اومده یه روش شده، بله خرج کرد. شما هم تو تحت فتوا میجا هستش، میخواد چی کار کنی؟ انفقوا مما رزقناهم. بعض وقتا سرغنه، بعض وقتا علانیتن. تو کتاب صدقه نوشته اینجا که صدقه رو مستحب پنهانی بدی، حتی به مرز اگه بتونی پنهان کنی که خود فقیر نفهمه، که اون دیگه خیلیه که ائمه اینجوری میکردن،
که گاهی خود فقیرم نمیفهمد کی داد. یه بند خدایی به من سپرده بود که الان برای فقرا و چه و اینا بودجه، یه فقیری پیدا کرده بود این قضیه مال 40 سال پیشه 35 سال پیشه، این چون خونه میخواست بخره مبلغ زیادی میخواست. حالا من تو آدم خودم گفتم مثلا برم بگم آخه خونه های اون قیمت، من مثلا امروز به زبان روز میگم مثلا خونه 70 میلیونه دیگه، حالا اون زمانم پول بالاخره درست اندازش کم بود ولی خب کم بود، من نبرم بگم که بیر فقط 70 میلیون خودم به وقت چه بودم، گفتم بذار ببرمش من خدا رو که ببرم. اولا چون با من خیلی معنوس بود و حس کردم خیلی پذیرایی که خیلی مهی گیر پولم داد، بعد که خورده چی گفت نمی آورد دیدشون اینا، خیلی دیدم رنج میبره که چرا چشمش به فقیر خورده که میخواد براش خونه بخره، میگفت نمیخواد دلش نمیخواست بشناسندش. گفت من که شما قبول دارم برای چی اینو میخواد آورد اینجا نامسم بله همینطور. حالا حتی بعد فوتش مرحوم شد این آقا از منم مسلمتر بود، حتی یه مطالب یه کراماتی ازش ظاهر شد که چقدر انسان میبینه خداوند تحویل میگیره اعمال خالص رو، اونی که پول میده و دلش هم نمیخواد کسی بفهمه و راست میگه راست میگه. یکی از این گوینده هامون داشت سخنرانی میکرد میگفت چرا مهر زنو میگن صداق، صداق از صدق میگن راستی، زنه میگه اگر راست میگو منو میخوای خب پول رو کن، گفت برای میگن صداق راست میگو رو بده معلومه راست میگو، نمیدی معلومه دروغ میگوی، گفت صداق برای این. حالا انفقوا مما رزقناهم سرا و علانیتا، بعض وقتا پنهان بعض وقتا آشکار. نوشته تو همین کتاب صدقه که اگر تو هی پنهانی دادی پنهانی دادی پنهانی دادی یه وقتی میبینی مردم بدبین شدن که این وضعش بد نیست ولی هیچ وقت نم بس نمیده، میگه حالا برای رفع بدبینی مستحب بشر داره این میگه چند تا آشکارا کنی که اون اتهام ابن ببری. بعضی وقتا اصلا آدم آشکارا بده خاصیت داره، جمع شدن میخواد مسجد محل بسازن یا تعمیر کنن یا هرچه نارو جمعیت هم دیگه، آدم حس میکنه که اگه من بگه آقا من الان 4 میلیون میدم و بده، این خیلی اثر میذاره رو دیگران، اونا به خود رو میکنن میدن، خوبه بگو علنی تا پول جمع شاخه. حالا اگه بخواه یواشکی نمیشه اون خاصیت که اینجا علنی بودنش خاصیت داره و خب بعض وقت هم یواش مخفیانش خیلی خوبه برای حفظ آبروی اون شخص، برای چه سرن و علانیتن، سرن و علانیتن خود انسان خدا پرستی بکنه میفهمه کجا پنهان باید باشه، متوجه وقتی تظاهر و ریا و خودنمایی و خلاصه شرک و کفر نباشه آدم میفهمه کجا چه کنه، گذشته از این که تو رساله هم دقیق نوشته. آیا این گونه هستیم سرن و علانیت هم؟ حالا من رو پول خیلی واسدم، انفقو فقط پول نیست قدرت هم هست، حکومتی دستته قدرتی رئیس کلانتری هستی، انفقو من ما را زمان خدمت کن، بعض وقتا سرن بعض وقتا علانیت هم، اینی که خدا بهت داده چون از همین کانال بعد بهشتتو درست کنی. قابیل خیلی پول زیادی داشته، خب شنیدید دیگه قابیلو آرام درگیری و چه اون عاقبت شری که پیدا کرد، بهش گفتن دانشمندهای اون زمان که حالا یکیشم خود حضرت موسی بوده ببخشید قارون، بهش گفتن که قارون لا تنس نصیبک من الدنیا، یادت نداره نصیب تو از دنیا پوله، تو باید پول بدی بهش تو بگیری، من دیگه پول ندارم خود آقای دیگه، لا تنس نصیبک من الدنیا، تو از این را باید بهش رو به دست بری، آقای که پزشک هستی تو از این را باید درجات بهش رو کسب کنی، به دل سوزی به دنبال کار به چه نجات بدی بشه به درجاتت بالا، اون آقا از اون راهی که میتونه، اون آقا از اون راهی که میتونه، لا تنس نصیبک من الدنیا. این رزقناهمی که قرآن اینطور به صراحت میگه نه فقط پوله، هر چی که خدا بهت داده
بعض وقتا پنهان، بعض وقتا علانیه، تا عجب ببری درگاه خدا. یرجون تجارتا لن تبور. ببینید ما بعض وقتا خیلی کلاس بالا یه حب میبینیم، یه چیزی رو بدم میفهمیم، بد میفهمیم، من غلط میفهمیم. شما فرض کنید که شما رفتید توی اتاقی، مثال بخوام درست کنم، اینا نفتی های بزرگ جهان هن، این ثروتمند های عظیمی که میلیاردی، همه صحبت های کلاس بالاست. خب تو وقتی اینو شنیدی میری تو خونت، میری 15000 پول داری که نمیتونی به من چی فلان، خب فعلا تو اینو داری اونو اونجوری. تو وقتی امام حسین میفرماد که اونایی که برای بهشت میکنن تاجرن، اونایی که درس میکنن عبیدن، اونایی که احرار برای خدا میکنن، خیال نکن تو الان میری احرار میشی، تو برای این نفتیان نشستی، اینا خیلی کلاسشون بالاست. خود این خداست که میگه قرآن شما نیست، میگه یرجون تجارت، تجارت بد نیست بابا، ایناش تجارت نگوش، تجارت بده که اصلا خود قرآن میفرماد هل ادلکم الا تجارت تنجیکم من عذاب علیم، میخواد یادتون بدم یه تجارتی که از عذاب علیم نجات پیدا کنید، تجارت دیگه خوب چه عیب داره، میدم که بهش گیرم بیا. من خودم با همین گوشام شنیدم، با این چشمانم تو تلویزیون دیدم آی خمینی فرمود من هر کاری میکنم برای بهش میکنم، حالا هر که دیده خودش دیده، من دیدم خیلی اینم مقامه، همین که بهشت رو قبول داره، بهشت ندیده رو علم غیب دیگه، یؤمنون بالغیب، برای خاطر اون بهشت وعده رسول خدا و قرآن، این همه داره، خیلی ایمان بالاییست، خیلی باور بالاییست که حتی جونش هم حاضره بده، خدا اونو نمیبینه، خب باشه بهشت چیکار دیگه بابا. یه دفعه امام حسین فرمود طرف کردم که من همین الان باید برم اون، حالا یواش یواش تو برو بالا تا ببینی اگه رسیدی به این نفتی ها عالم، و وقت اونا رو حس میکنه. حالا فعلا تجارت، خود خدا چپ و راست و قرآن میفرماد فتقوا الله اتقوا الله، بترسید ایایه از من و اطاعت، فخشان از من ترس بترسید ایایه فرهبون. بله آقام فرمود غلام میترسه، اصلا ما عبدیم، خدا میگه یا عباده، خب بترس، خوف داشته باش، بد نیستون، خیلی خوبه هم که خدا رو میشناسی بندگی میکنی. بله یک کلاس خیلی بالاتری که اگه امام حسین شدی اونا دیگه انقدر رفتن بالا که حتی اون ترسه و اونا چه، فقط انقدر خود خدا رو میخوان. حالا تا به اونجا برسیم انشالله شما رسیدید. میخوام بگم این تجارت چیزی نه، تجارت نه، هر جون تجارت لن تبور، خیلی تجارت خوبیه، دنیای اندک و قلیل رو میدیم، آخرت ابد و این همه رو میگیریم. اصلا برای این که یه بند خود نشسته بود تو کله پزی، حالا خود شوخی البته میکرد، اون طرف نمیدونست این شوخی میکنه، یه خود بلند میگفت اون بند خدا میشنیدم که داشت میکشید، مغازه بزرگ نبود، گوی خونه هستم 350 متر دارم، گاراژ داره و دو طبقه است، چی داره چی داره، اون خیلی خیلی کم، حالا قبل کمی گفت، من بودم، منم مشتری بودم، اصلا از دوستانمون بود، میدونستم در شوخی میگم، اون ای ویل کرد کارشو، اومد اون گفت کجاست این خونه، گفت شهرستانه. آخه شهرستان خونه هاش ارزونه. اصلا چند وقت پیش توی یه خونه خونسار میخواستم برفوشن، باور کن اگه تهرون بیاد صحبت 400 میلیون و 500 میلیونه، 5 میلیون من رفتم چند بار توش، حالا ساختمونش جاش ده، خب ارزون اونجا دیگه، اونجا زمین ارزونه. این شوخی میکرد، چرا این کله پزه ول کرد کارشو، دیده بخواه زحمت هم داشت دستم تمیز کرد، برای اینکه دید خیلی میارزه این خونه با این امتیازات، خیلی کمه. بابا درن خدا میگه این دیگه شوخی هم نمی کنه، اون بهشت ابد رو میخوان بدن با اون همه، به نرخ همین دو رکعت نمازه، به نرخ همین روز ما رمضونه، به نرخ همین به نامحرم نگاه نکردنه، و و و تازه اینا کمال خیرمون هم درش هست، کمال صلاحمون هم درش هست. اگه آخرتی هم نبود این دستورات شرعی 100% به نفعمون بود، تازه آخرت هم هست. خیلی تجارت بزرگیست، یه دونه دخترتو میخوای بگیری بر ببین چه پدری در میرد، مخصوصا اگه خود کلاس و زیبایی داشته باشه، بابا این حورالعین های بهشتو میخوام برای عبد بدن، اما این دخترتو بگیری برگر بیای 50 سال بعد برو دختری در یه پیر زن اونجا زنه، اونجا هیچ وقت پیر نمیشه،
همیشه جوان، همیشه باکره، همیشه چی، خیلی نرخش کمه، کاری نده میکنه، خیلی هم بندگی خوبی بکنه. حالا فرض کنیم خدا رحمتش کنه، عبد الله بهجت با اون عظمتش، شما اگه میرفتی دوربین میذاشتی فیلم میگرفتی ازش، دیگه خودکشی که نمیکنه، خب خیلی آدم عابدی بود، کارم چی سخته، خب بسیار داخل بله، چیز خاصی که نده خواهی کس. در مقابل اون مزد عظیمی که میدم یکی انا خیلی چیز خاصی نمیده، سجده میره، تواضع میکنه، دروغ نمیگه، زحمت میکشه، ولی خیلی سخت نیست در مقابل اون مزد بزرگ. چرا اون تجارتی که هرگز تباهی نداره، هرگز چه نداره، اون تجارت اونو میخوام، اون درجاتو میخوام. خود خدا تعریف کرده از قرآن، تو قرآنش از بهشت تعریف کرده، تو این صفحه جلوی من داره تعریف میکنه، پره ها نوشته جنات عدنن، بهشت های همیشگی که یدخلونها، بهشتی ها میرن توش، یحلون فیها، زیور میشن، من اساور، دستبند های من ذهب، طلا. پیغمبر فرمود علی طلا دستت نکن، طلا رو تو بهشت دستت میکنه، اینا بهشت میزنه، و لؤلؤ و لباسهم فیها حریر، ابریشمی که لباس خالص الان به ما میگن مرد حرام بپوشه و نماز فلان، اونجا اصلا لباس حریره، اونجا که بهشته. فرمود پیغمبر برستر یا علی لباس حریر تنت نکنه، تو برای مرد ممنونه، برای زن نیست، اگه لباس حریر تنت بکنه، ابریشم خالص، روزی که خدا رو ملاقات میکنی بدنتو به آتش میسوزونه، ولی اونجا اصل لباس اینه. و قالو، تو بهش ببین چه خبره، حالا این لباس و این زیمر و اینا، الحمدلله الذی اذهب عنا الحزن، هیچ غصه ای نداره. میشه اصلا شما اصلا یه گستگیر خواب دیدید حالا کنم هیچ قصه نداشته بشه، هیچ حزن نیست، تمام شد حزن. ان ربنا لغفور شکور الذی احلنا دار المقام، یعنی رامون داد، احلن محل داد به ما، خدایی که ما رو آورد اینجا، من فضلهی لا یمسنا فیها نصب، هیچ دردی، رنجی، تنشی اصلا نیست اونجا، ولا یمسنا فیها لغوب، اصلا خستم نمیشن. شما بهترین مهمانی های دنیا رو بگیری و هر خوشگذرونی دو سه ساعت بعد خسته میشه، حالا هرچی میخواب باشه خسته میشه، اونجا خستگی هم نیستش، نمیذاره خدا خسته بشه، نیرو بهت میده. بابا میارزه، خیلی میارزه. اینه، این تجارت رو اینها امید دارن. خب بله، یه همچه افراد ببینید تشویق دارن میکنن به بندگی های خدا، به اون دهش های بزرگ آخرت، اون زوال نداشتن آخرت، لیوفیهم اجورهم. اون آخر آیه نوشته شکور، اولا خیلی خجالت میکشیم من شما، چطور؟ چرا خجالت میکشیم؟ یه کسی فرض کنید یه آدم از بچگی تمام مایحتاج ما رو تأمین کرده، دائما پلومون بوده، همه جور کمک کرده و ما هیچ نفعی هم براش نداشتیم و نمیتونیم هم داشته باشیم، فرض اومد تازه از ما تشکرم، خودم خیلی خجالت میکشم، مثل که شما سر سفره رو نشستی حسابی خوردی، بعد اینکه خیلی تشکر میکنم که خوردی، این تشکر رو خوبه. خب بابا خدا شکوره، خیلی خجالت داره، خدا همه چی رو خلق کرده، همه چی رو اون میده، اصلا عبادت های ما به درد اون نمیخوره، هیچ شراب چیز شراب بخور، چه نماز بخون، سر سوزن نه تو جیب خدا میره، نه ضرری برش داره، به درد خودت میخوره، تازه داره تشکرم میکنه. یه کسی میگفتش که هر سباسی خدای خوبیه. تشکر، آخه تشکر چه کاری ما نمیکنیم به تشکر، تازه همش خرشخور و همش چه، ببینید ولی قبلش فرموده غفور، اون که با آهنگ قرآن آشناس، با لغت قرآن آشناس، با طرز حرف زدن خدا یواش یواش آشنا میشه، خیلی از غفور مطلب میفهمه، خیلی غفور یعنی پوشنده. این عبادت ها که میکنیم خیلی وضعش خرابه، اگه یه رو ذره بینه بذارن روش، خدا میگه میپوشونم اونا رو، میدونم تو عاجزی، جاهلی،
بل بیشتر از این بلد نیستی، حالا قصد دینه که خوب باشه همینا رو یه بخواد اونجور دقت کنه که میره رو هوا همه چی. غفور یعنی هم از غفوره معلومه که اول میبخشن بعد نمره 20 میدن. یعنی اگه اون بخشش نیاد وسط خیلی کار بیخ بیدم، خیلی. اگه اون دقت ها بیاد، اگه اون ظرافت های که حقیقت هم پس باره، اونجا رو برای من نکردی، اونجا رو هوای نفست بود، اونجا رو چی کردی، اونجا اینجاش خرابه، اونجا رو اونجوری که ای بابا اگه اونجور مته به خشخاش بخواد گذاشته بشه پدر صاحب در اومده است. نه، خداوند غفوره. فقط شرک نورزیم، لم یغفرن یشرک به، اون را نمیاد، فقط اونو بپرست، حالا خرابی ها رو میاد. شک خیلی غفور معنا میده، خیلی خیلی. حالا برای اینکه بترسیم، یعنی حقیقتی رو میخوام عرض کنم، بله خوب همینطوره دیگه، چاره است. یه آقایی بودش مرحوم شد چند سال پیش، پیرمرد بود و این یه عمره همش با منبر و چوال، تو خودش هم با سواد بود ولی خیلی اهل مسجد و منبر و چوال، نماز شب و چوال کسی بود. حیف اینجور افرادم کم هست. پیرمرد بود، مریض حال بود، خیلی گاهی میخوابید، میگفت خون به مغزم، مثل سنای بالا. میگه من خواسته بود خونه، به وصیت نامه بود میخواست تصدیق کنه. من دیدم که ساعت اون بالا زنگ زد، اون بالا بود ساعته، یک زنگ ناجوری خیلی بلند، این پا شد و چارپای اون دوبر بود اوور گذاشت و لب بالا و یه چیزی رو کشید. گفتم آج آقا این چیه؟ گفت اینه گذاشتم برای نماز شبم، اگه زنگ کم باشه خوابم میبره، ساعته رو خاموش میکنم، الان پا میشم خواهم بره. گفت مخصوصا چارپایه رو دور میذارم که تا بودو هم، برای اینکه همسایه ها اذیت نشن، تا بودو هم چارپایه رو بیارم برم چی بپره خواب از سرم. پیر مرد بین 80 و 90 ها که نماز شب بخواه، داره تمهیدات میچینه که به نماز شب موفق بشه. خیلی حالش خراب بود و مرحوم شد. اون پسر برادرش به من گفتش که آخه یه سری ایشونو ببینیم. مانوس بودیم خیلی باش، رفتیم ببینیمش. پسر برادرش رو نشناخت، یه خیلی حالش خراب بود، منم ظاهرا نشناخت. ولی شروع که سوره جمعه رو بخوندم، یواشم میخون، آرام میخون، درستم میخون. با تو نشسته بودیم تا وسط های سوره جمعه رو قشنگ خون آرام. سبح الله تو خدا رو نگاه کن، مغز جوری شده که حتی پسر برادر رو نمیشناسه، ولی قرآن رو حفظ بود. چون به من میگم، میگم من تمام این سوره هایی که سبح و یسبح داره هر شب میخونم، از سوره جمعه سبح یسبح لله، مغز اون حافظ بود. خب من چه توفیقای پیدا کردن رفتم، میخوام بگم ببین توفیقات الهی. بله، حالا این عبادت های اون گونه در اون کلاس های اون تورو چه و فلان اینها، بله این خب میخواد که ازش میاد بکنه دیگه. خب این که میکنه، این که دیگه بخواد اینجور آرزو داره، خیلی خوبه این حالت ها. خداوند بگه من قبول میکنم، اجر بهتون میدم، حتی زیادم میکنم از فضلم. این لیوفیه هم اجوره هم، یعنی مزداشونو که میدم بهشون. و یزیده هم من فضل، حالا چقدر خدا زیاد بکنه از فضلش. تمام اعمال من سر تا تهش و حساب مونه قیامت، سیشای هم نمیارزه، بی نهایت از عجرش رو مخمیده. بابا این عجر خیلی، این فضل زیاده. مگه به خدا نمیگوین ذو الفضل العظیم؟ خب همین صاحب فضل عظیمه دیگه. اصل موزه چیزی نیست، این فضله رو بهش بچسبید. گفته خودش، گفته یزیده هم فضل هاش. به قول بند خدا میگو بند آب داد، لو دادی، گفت دیگه نمیشه رو فردا خاشا کنه خدا که نگفتم ایناش میده، از فضلش میده، گفته میدم، زیادم، زیادی هم هست، میدونه خودش زیاده ولی حقت نیست، بیش از حقت، از فضلم میدم بهش. تو روایت ها داریم که بهش رو زمان بندی میکنن، آخه بهش شب و روز نداره، همه شکسان و همه سرحاول و همه چو. حضرت علی فرمودن اینقدر بهشت منور و روشن و زیبایی ها اونقدر تو چشم و این عجیب غریب زیباست تو مثلا بر و حالا چه که اگر بنا نبود که شما اونجا زندگی کنید، خدا این بنا رو گذاشته، یک لحظه تحمل اون زیبایی رو نمی کردید، می مردید.
چه زیبا افتاد، بناس میده تحملش. ندیده زلیخا یوسف رو دیدن زن و دستشون رو بریدن، بعض وقت زیبایی رو نمیشه تحمل کرد. اونجوری است، اونا دیوانه بودن، زن ها بالاخره اثر روشون گذاشت. فرمود اینقدر بهشت اونطور، حالا بهشت اینجوری که دائما سر حالی دمیشه، همیشه آمدن زمان بندی کرد. مثل همیش شب که مثلا ما میگم 8 و 9 و 10 ندیدم، احتمال میدم زمانهاش چون نقل دیدم که روزهای آخرت 50,000 سال دنیا سر روزش، حالا چهار زبون من نمی کنم. شنبه و شنبه، چون میری شنبه شنبه عادت کردید اونجا براتون درست بود. یه روز شنبه است، یه روز شنبه، هم ساعت دو شنبه تا جمعه دوباره میشه شنبه. روز شنبه آدم صفوت الله همه رو دعوت میکنه، خب حق هم داره، همه پسراشن، زن ها دختراشن، یه دونه زنه که زنشه، بقیه همه دخترش. خب بله، با ما هم به پسراشیم. شما پدر بزرگ اولادا دعوت کنه که چیز طبیعی است، تمام اهل بهشت رو دعوت میکنه آدم، از آدم مقام بالایی خوب بده، خیلی اونجا خوش میذاره، میخونه بابا بزرگ و حضرت آدم و چه و بله، میرن شنبه اونجا. این مال شنبه. یک شنبه حضرت نوح دعوت میکنه، نوح خیلی، نوح نجی، نوح نبی، شیخ الانبیا، سلام علی نوح فی العالمین. میرن همه مهمان حضرت نوح میشه. این مال شنبه، یه شنبه. دو شنبه حضرت ابراهیم خلیل دعوت، سه شنبه حضرت موسی دعوت، چهار شنبه حضرت عیسی دعوت میکنه، پنج شنبه محمد ابن عبد جمعه خود خدا دعوت میکنه. تو کجا باید بریم؟ گفتن که یک کسی یه نامه نوشته بود به خدا، مونده بود که آخه کجا بندازمش، آخرش توی مسجد انداخت، گفت لا میگن خونه خدا. حالا ما این داستان داره، ولی خدا دعوت میکنه کجا چجور اینا. از این مهمتر این که خودش پذیرایی میکنه، سقاهم ربهم نه قلمانها نه خدمه شرابن تهورا. میگن اون شراب طهوری که داده میشه اونقدر زیبایی در انسان ایجاد میکنه، اونقدر تمام کمالات و فضائل و همه چی مادی و معنوی، اینقدر اونجا در مهمونی خدا خداوند دهش میکنه. و اونجا تو کتابش هم فرموده، فرموده لدینا مزید، اون روز که میاد پلماز، اون روز روز زیاد شدن، درجات بالا میبره، برمیگردید تو بهشتتون خیلی درجه، حتی به تناسب کنه. اینقدر هم زیبا شده که زنهای تو بهشت رو یاد نمیشناسن، اینقدر که این کیه میبونه خودشه و خیلی بعضی دیگه شما چه جس میگیری و چه که خدا اینا رو به من داره. به بنده خدای نشسته بودیم، خیلی شوخ بودش، 4-5 تایی تو مسجد نبی بیکار بودیم، داشته هم دستور درست، یکی هی اصرار کرد که من مفسر. شوخه، اون مفسر نه، با تو مفسر. یه خود گذشت به بقیه گفت ببخشید که من مثلا حالا مفسرم، بهتر از شما، من حالا بهتر از شما خدا خواسته، من حالا شما به حوریت بگو، بگو بابا خدا خواسته. میدونندم خدا خواسته، ولی وقتی دهش ها رو میدن یه جمله داره تو روایت که دیگه پایانه، خدا میفرماد پاشید برید، من شما را خلق کردم، میدونم الان خیلی شیفته اید که اینا رو ببرید نشونه به صاحب حوریلون و زنای بهشتی و بهشتیاتون بدید، بشر اینجوریست، اون دیدن خیلی لذت داره. ماشین که میخری، ماشین کذایی، اون وقت که زنت میبینه اون دیدن برات لذت داره، یا همسایه ها یا بچه ها فلان، میگه پاشید برید، برید که ببینن که خوشحالی هم داشته باشید. خدا انشالله اینا روزی کنه.